رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد همراه ما هستند. آقای حاجی حسینی خوش آمدین. اندکی پس از آزادی اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی که به اتهام طراحی بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق از سوی بلژیک مجرم شناخته شد، حالا در فرانسه یک حمله مسلحانه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. این به چه معنا هستش؟ به نظر میاد جمهوری اسلامی شکلی از سیاست چماق و هویج رو در پیش گرفته، در حالی که ابراهیم رئیسی مخابره کردند رسانه های داخلی در ایران که گفتگوی مفصل بالای یک ساعت داشته است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. پس از اون گفتگو میبینیم که چنین اتفاقی میفته. شاید این پیغام رو مخابره میکنه جمهوری اسلامی که اگر با ما راه نیایید، اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم، اون در واقع نقطه و جایگاهی رو که ما می‌خوایم داشته باشیم در اختیار ما قرار داده نشه، ما این امکان رو داریم که با استفاده از سلول‌های خفته تروریستی خودمون به نوعی نظم جهانی رو به هم بزنیم، به نوعی امنیتی که باید حاکم باشه به عنوان نمونه در کشورهای اروپایی و اروپا نسبت بهش حساسیت داره، این رو میتونیم به هم بزنیم. یعنی از وضعیتی که جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته به عنوان یک نظام تروریست پرور برای خودش ایجاد کرده، به نظر میاد که این پیغام رو میفرسته که میتونه استفاده بکنه برای اینکه اعمال فشار بکنه در شرایطی که خب میبینیم اروپا الان به نوعی درگیر است با جنگ اوکراین، مایل نیست که وضعیت چالش برانگیز و تنش‌زای دیگری رو همزمان تجربه بکنه. این دوگانگی رو اینجا ما شاهد هستیم، یعنی این دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی از یک سو الان با توجه به صحبت‌های علی خامنه‌ای تلاش می‌کنه شاید برای اینکه در به نوعی در مذاکراتی که داره به توافق برسه، و همزمان این پیغام رو هم میده که این قدرت رو داره که در قالب چنان که عرض کردم سلول‌های خفته تروریستی خودش بخواد در واقع ترور بکنه، بخواد تهدیدی اعمال بکنه علیه شرایط امنیتی در اروپا و احتمالاً دیگر نقاط جهان.